درود به شما عزیزان. رسانه المانیتور گزارش داده که با ورود خیزش سراسری مردم ایران به ماه چهارم خودش، لایحه جدیدی از سوی قانونگذاران آمریکایی ارائه شده که نه تنها مقام‌های ایرانی مسئول در سرکوب، بلکه فرزندان آنها را نیز هدف قرار میده. این لایحه از سوی جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه، جاش گودهایمر نماینده دموکرات و کلودیا تنی نماینده جمهوری‌خواه با عنوان قانون ابطال ویزای اعطا شده به ملاها و سران ایران در سال 2022 یا لایحه رژیم مطرح شده. این لایحه از وزیر امور خارجه آمریکا میخواد که حضور گروه گسترده‌ای از مقامات ایرانی از جمله اعضای سپاه پاسداران، دفتر علی خامنه‌ای و نیروی انتظامی و همچنین اعضای نزدیک خانواده اونها در آمریکا رو بررسی کنه. همچنین از این گروه‌ها چه افرادی ویزای ایالات متحده رو دارن یا برای اون درخواست دادن. ویلسون به المانیتور گفته با توجه به اقدامات رژیم غیر قابل باور است که به مقامات ایرانی و اعضای خانواده ویزا داده شود که به ایالات متحده بیایند تا از همان آزادی‌هایی بهره‌مند شوند که شهروندان ایرانی تنها می‌توانند تصور آن را داشته باشند. این نماینده جمهوری‌خواه در ادامه گفته لایحه رژیم که من به همراه همکاران خودم از هر دو حزب معرفی کردم اطمینان حاصل می‌کند که آن ویزاهایی که هرگز نباید صادر می‌شدند لغو خواهند شد. در واقع این لایحه وزیر امور خارجه رو ملزم میکنه که مقامات دولتی خارجی رو که در نقض فاحش حقوق بشر یا فساد قابل توجه دخیل هستن برای ورود به آمریکا واجد شرایط ندونه. طرفداران این لایحه گفتن که استفاده گسترده از ممنوعیت‌های ویزایی میتونه با ادامه تظاهرات علیه رژیم در تصمیم‌گیری مقامات رسمی جمهوری اسلامی علیه این اعتراضات تردید ایجاد کنه. رسانه المانیتور نوشته که منتقدان این قانون نیز احتمالاً خواهند پرسید آیا مجازات فرزندان به دلیل گناهان والدینشان منصفانه است یا خیر؟ حتی مشخص نیست که چه تعداد از مقامات ایرانی و فرزندان اونها در پی ورود به ایالات متحده برای سفر، کار یا تحصیل هستند. اگرچه دفتر ویلسون گفته که تعیین شمار این افراد یکی از اهداف این قانون است. پیش از این هم گزارش‌های رسانه‌ای چند تن از بستگان مقامات ایرانی مقیم آمریکا را شناسایی کرده بودند. از جمله فرزند معصومه ابتکار معروف به مری پرنده، فردی که در جریان تسخیر سفارت آمریکا در سال 1979 به عنوان سخنگوی گروگانگیران عمل می‌کرد. You said at the press conference the other day, you said yourself that if there was an attack on this embassy, that you would destroy the hostages. Could you really do that? Yes, we mean it. مثلا چرا باید فرزند آیت الله قائم مقامی در آمریکا زندگی کنه در حالی که این آخون نظرش رو در مورد آمریکا به این شکل بیان میکنه؟ در مورد توافق اخیر از آنجا که لایه پنهان و اصلی گفتگوها و توافق اخیر میان ایران و چند کشور دیگر در واقع گفتگو میان اسلام و کفر جهانی است و جریان کفر و نظام سلطه به رهبری آمریکا هنوز نمی‌داند برای مقابله با قدرت اسلام که نماینده منحصر به فرد آن جمهوری اسلامی ایران است باید چه رفتاری داشته باشد. ایشون آمریکا رو یک نظام سلطه‌گر که رهبر کفار جهانه معرفی میکنه، بعد پسرش علی قائم مقامی در آمریکا زندگی میکنه و خدا رو شکر از یک زندگی مرفه و لاکچری برخورداره. البته ایشون دائما در حال سفر به کل دنیاست. علی قائم مقامی هر طور که دلش بخواد با هر سبکی که دوست داره در آمریکا زندگی میکنه و از آزادی و تسهیلات اونجا بهره مند میشه. در حالی که خواهران و برادران ما در ایران تنها به خاطر انتشار یک استوری یا پست اینستاگرامی در زیر بدترین شکنجه ها در زندان به سر میبرند. کسانی مثل محسن امیراصلانی که تنها به خاطر اینکه گفته بود حضرت یونس پدر ژپتو نیست که از شکم نهنگ اومده باشه بیرون اعدام شده بود. روز سه‌شنبه 29 آذر ماه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم جمهوری اسلامی در سویمه در شمال بحرالمیت یا همون دریای مرده در نزدیکی مرز با اسرائیل دیدار کردند. علی باقری سخنگوی ارشد رژیم و انریکه مورا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا هم حضور داشتند. به نوشته ایسنا علاوه بر موضوع برجام، اونها در مورد موضع‌گیری رهبران کشورهای اروپایی و غربی درباره خیزش انقلابی مردم ایران هم صحبت کردند. اطلاعات زیادی از این دیدار منتشر نشده،
اما در نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 که یک روز قبل از این دیدار برگزار شد، معاون دبیرکل سازمان ملل گفته که همچنان بازگشت به برجام و احیای قرارداد اتمی حیاتیه، چرا که از یک طرف جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کنه که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیزه و از طرف دیگه برای اینکه ایران بتونه از پتانسیل اقتصادی خودش استفاده کنه. آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل هم گفته بود باید به برجام برگشت، چرا که اگر برنگردیم این موضوع میتونه تأثیر منفی بر امنیت و ثبات منطقه بذاره. تلاش‌های دوباره برای احیای برجام در حالی صورت میگیره که خیزش انقلابی مردم ایران وارد ماه چهارم شده و در این مدت بیش از 500 نفر توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدند و هزاران نفر در بازداشت و زیر بدترین شکنجه‌ها به سر می‌برند. بازگشت به برجام در شرایط حاضر و حتی نشستن بر سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی نادیده گرفتن مبارزه مردم ایران در مقابل این رژیم جنایتکاره. مردمی که برای به دست آوردن آزادی جونشون رو گذاشتن کف دستشون و در مقابل گلوله‌های رژیم جمهوری اسلامی سینه سپر کردن. ظاهراً برای دبیرکل سازمان ملل که معتقد به احیای برجام برای ایجاد ثبات در منطقه است، فهمیدن این موضوع نباید سخت باشه که تنها راه رسیدن به ثبات در منطقه و آرامش در خاورمیانه و کل دنیا نابودی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامیه، نه نشستن بر سر میز مذاکره با جنایتکارانی که دستشان به خون هزاران انسان بیگناه آغشته است.